عرض سلام دارم خدمت هموطنان و همزبانان عزیزم. خیلی خوش آمدید به جلسه هفتگی ما که فعلا در چند هفته قراره که همین ساعت روزای دوشنبه در خدمت مخاطبین عزیز این گروه باشن. امروز 16 اسفند ماه برابر با 7 مارچ 16 اسفند ماه 1400 برابر با 7 مارچ 2022 هستش که با همدیگه یه گفتگوی رو ادامه خواهیم داد. شروع این جلسه توی حدود 4 هفته پیش شروع شد و با این مناسبت که درباره سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم صحبت شد و دوستان عزیز لطف کردن اشاره کردن به انتقاداتی که قبلا ممکن فرستاده شده باشه یا خودشون نقدهایی داشتن، از جمله انتقادی که بوده مسئله ارزم به خدمت شما اون مقاله‌ای بوده که چند وقت پیش منتشر شده که حالا بهش میپردازیم. ارزم به خدمت شما در ابتدا اصلا چیزی که دوباره احتیاج به تأکید داره و پرسیدن داره و اون اینه که خیلی عجیب بود که این انتقاد کننده محترم اصلا صرف تولید کردن یک همچین سندی رو بهش انتقاد داشتن، که اون خب جای واقعا تعجبم هست که نمیشه که دست رو دست بذاریم و هیچ کار نکنیم و اینا هم هر کار دلشون خواست بکنن و تا ابد هم روی کار باشن. و در نتیجه به این پرداختیم به صورت مختصر. چیزی که زیاد راجبش صحبت شد در یک مقطع دیگر هم همینجور در مورد به اصطلاح شاخه 4 بود. من اینجا پیشنهادی رو که به اصطلاح اشاره شده رو دوباره همینجا توی همین گروه لینکش رو میذارم که به صورت یک کتاب منتشر شد. بله، تو همین گروه حالا نگذاشتم، تو سایت و سایر رسانه هم در اختیارتون خواهد بود و اون صرف یک پیشنهاد هست برای قانون اساسی. قانون اساسی بر اساس حقوق پنجگانه، قانون اساسی که در واقع دستور کار دولت میشه، دولت جمهوری ایران، و این دولت بر اساس 3 پیشنهاد شده. میدونید که به طور معمول در بیشتر جاها ببخشید در بر اساس 4 پیشنهاد شده. میدونید که به طور معمول در بیشتر جاها 3 دولت کار میکنه: شاخه مقننه، شاخه مجریه و شاخه قضاییه. حالا در چین 5 شاخه هست، در جای دیگه 4 شاخه هست. ولی وقتی که این قانون اساسی تدوین میشد، سوال این هستش که خب حالا ما چیکار بکنیم؟ بگیم همین کارهایی که بقیه کردن رو کپی بکنیم، پیست بکنیم، بعد به فارسی ترجمه بکنیم، یه چند تا لغتاش هم عوض بکنیم، بگیم خب حالا این شد قانون اساسی؟ یا اینکه نه، ببینیم که با این اتفاقاتی که افتاده ظرف چند دهه گذشته، قرن گذشته، یه قرن عوض شد و با این انقلاب به اصطلاح داده ورزی و دیجیتالی که اتفاق افتاد و این اصلا نمیتونه آدم راجع به این فکر نکنه و اون رو دخیل نکنه. این انقلاب الکترونیک رو، انقلاب انفورماتیک رو در اسناد مهمی مانند پیشنهاد قانون اساسی و به این ترتیب شد که پیشنهاد شد که به جای 3 4 شاخه در کار باشه: شاخه مقننه، شاخه قضاییه، شاخه مجریه و اونی که جدید هست پیشنهاد شاخه 4 رسانه های همگانی به مثابه شاخه 4 دولت، که من لینک اون کتاب رو با توضیحات مفصل اونجا گذاشتم. اولا یک
تکرار یک توضیحی لازمه. این به هیچ وجه دولتی کردن تمام رسانه ها نیست، فقط داریم راجع به رسانه هایی که ملی هستن، یعنی در واقع پولشون و بودجهشون رو دولت داره میده. الان این دستگاه بسیار عظیم و عریض و طویلی که صدا و سیما و بقیه رسانه های دولتی آقای ولایت مطلقه هستش، اینو بعد از فروپاشی این نظام که چه عرض کنم، این رژیم وقتی که فروپاشید، از هم فروپاشید، چی کارش بکنیم؟ باهاش چه کار باید کرد؟ این رو بایستی که تمام کارمنداش مرخص برن منزل. اینه که نمیشه در این هزارها کارمندی که به اصطلاح و کسانی که غیر مستقیم سرکار دارن، اینا رو که نمیشه که از کار بیکارشون کرد. اولا ثانیا تجربه بعثی زدائی در عراق تجربه بسیار بدی بود، و ثالثا این که این همه به اصطلاح سرمایه منقول و غیر منقولی که در اختیار این دستگاه به اصطلاح رسانه‌ای هست، اینو که نمیشه زیرش کبریت بکشیم، آتیشش بزنیم، بندازیمش دور، چون که یه موقعی آقای ولی مطلقه داشته ازش استفاده میکرده. استعدادهایی که در این کار به اصطلاح در این دستگاه فعال هستند و بسیاریشون هم علی رغم تمام محدودیت‌هایی که هست تونستن یک به اصطلاح کارهای خوبی هم ارائه بدن، با این دستگاه چی کار بکنیم؟ آنچه که معمول هست در بسیاری از جاها، حالا راجع به کره شمالی هم حرف نمیزنیم، راجع به کشورهای دموکراتیک داریم حرف میزنیم، در جاهایی که به اصطلاح دموکراسی رنگ و بوی بیشتری داره، اینها اتفاقی که میفته اینه که از شاخه قضاییه، شاخه مثلا مجریه، شاخه مثلا مقننه، یک سری نمایندگانی منصوب میشن و میرن اونجا رو تصدی میکنن، میشن به اصطلاح شورای مدیریت اونجا. ولی این یک نسبی هست از طرف یک عده‌ای که به اصطلاح بعضیشون انتخابیان، بعضیشون نیستن. این یه روششه که به اصطلاح مشکلات خودشو داشته، تالی فاسد خودشو داشته، آنچنان که الان میبینیم که مشکلات که در غرب هست، در همین امریکایی که الان ما هستیم، مشکلات عدیده‌ای هست به خاطر عرضم به خدمت شما همین در ید قدرت ولایت مطلقه سرمایه سالاری بودنش، اینا هست، مشکلات خودشو آفریده. ولی صحبت اینجاست که چرا ما مردم خودمون مستقیماً اون متصدیان رو نبایستی که انتخاب بکنیم واسه یک دوره بسیار محدود، یک عده‌ای رو بیان در مبارزات انتخاباتی شرکت بکنن، خودشون رو نامزد بکنن در مبارزات انتخاباتی شرکت بکنن و بر اساس به اصطلاح رأی‌گیری مستقیم، درست مثل قوه مقننه یا قوه مجریه، انتخاب بشن که برای یک دوره محدودی بیان نماینده مردم باشن به صورت مستقیم برای گردانندگی رسانه‌هایی که مال خود مردم هست، مال ما هست، بودجهش، پولش ما دادیم، مال ماست، گردانندگیش توسط نمایندگان مستقیم ما باشه و در نتیجه پاسخگو باشن به صورت مستقیم پاسخگو باشن به خود ما مردم، که نظارت داشته باشن بر تدبیر امور خرد و کران عرضم به خدمت شما کشور. خب این چیز بسیار خوبی هم هست و یک به نظر من واجبه واقعا در یک قرن شرایطی که ما داریم زندگی میکنیم، در این قرن 21 که ما داریم زندگی میکنیم، اونی که پاناپتیکانیسم بهش گفتن، پاناپتیکانیسم واژگون ازش ذکر کردم، که در واقع دولت رو بذاریم اون و مثلا یک زمین مثلا فوتبال، یک استادیوم ورزشی با
بازیکن‌ها هستش، تماشاچی‌ها هستن و زمینه ورزشی هست، استادیوم هست، بگیم که اون استادیوم کشوره، اون دولت بازیکن‌ها هستن که اون وسط هستن و دور تا دورم مردم جمع شدن، نشستن تماشا میکنن و نظارت میکنن به کاری که دولت داره انجام میده، زیر ذره بین گذاشتنشون، زیر به اصطلاح کاری که داره انجام میده که دست از پا خطا نکنن. بسیار لازمه. یه موقعی تصمیم گرفته شد که شاه باشه فقط، شاه شاهان باشه فقط، قوه مجریه و قوه قضاییه و قوه مقننه همه در اون باشه و بعد اون مگنا کارتا پیش آمد و بعد کم کم قوه مقننه اومد بیرون که نه، تو شاه فقط قدرت نباید داشته باشی که مالیات تعیین بکنی و بعدم هر جور دلت خواست قضاوت بکنی و بعدم هر جور دلت خواست به اصطلاح داغ و درفش و زندان و مجازات و این حرفا. قوه قضاییه جدا شد، قوه مجریه به این ترتیبی که میبینیم هست، ولی الان میبینیم که با نقشی که رسانه ها پیدا کردن در به اصطلاح گردش امور ما، خرد و کلان به خصوص ظرف این یکی دو دهه اخیر، یک نقش واقعا کلیدی داره در زندگی های شخصی انسان ها. رسانه هایی که حالا بهش میپردازم انواع اقسامش رو توضیح میدم، این میتونه در تدبیر امور اونی که در آینده بسیار دور مورد نظر هست و آن هستش مردم سالاری مشارکتی مشاورتی مستقیم، بتونیم قدم های ابتدایی رو برداریم. هر راه دوری رو باید از یک میلیمتر، از یک قدم شروع کرد و این یکی از قدم های بسیار موثری هست که در یک کشوری مثل کشور ما یک امکان طلایی، یک فرصت طلاییش فراهم شده، به دلیل اینکه در این کشور مثلا آلمان، فرانسه، امریکا، اینها اونایی بخوان از اول نو بخوان قانون اساسی بنویسن که خیلی چیز عجیب غریبی میشه، غیر ممکن تقریبا میشه، بخوان متمم اضافه بکنن، یک ملحقاتی بهش اضافه بکنن، اونم کار ساده ای نیست. ولی در یک کشوری مثل کشور ما اگر که بتونیم یک وسائلی رو فراهم بیاریم که قانون اساسی اولا مرام نداشته باشه، مرام که نمیتونه نداشته باشه، ولی مرامش ایدئولوژی های غیر دینی و عقاید دینی نباشن، کاملا لائیک باشه و تنها مرامش باشه اونی که مشترک هستش برای همه انسانها، همه مکانیست، همه زمانیست و همه کسانیست بدون هیچ تبعیضی، و اون چیست؟ و اون حقوق هستش و این حقوق گسترده تر شده، به حقوق پنجگانه تعریف شده و شده مرام و بنمایه تعقل و تفکر این قانون اساسی پیشنهادی و از توش در اومده این سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم. خب این یک به اصطلاح پیش زمینه بود که براتون عرض کردم، به خصوص در مورد انتقادی که شد برای شاخه چهارم. در نتیجه همونطور که یک زمانی لازم آمد که شاخه مقننه، شاخه قضاییه به وجود بیاد و تفکیک بشن قوا و شاخه مجریه به این شکلی که هستش به وجود بیاد، الان هم ضرورت زمانه هست که یک شاخه جدیدی برای اینه که مردم نظارت بیشتری داشته باشند، نه با متصدیان منصوب بلکه با گماردگان منتخب توسط مردم مستقیماً و پاسخگو مستقیماً به مردم، نه به کسی که منصوبشون کرده گذاشتهشون اون بالا که به اون جوابگو باشن و منویات قدرت رو مجبور بشن که به اصطلاح رعایت بکنن. این در بقیه شاخه هم هست. مثلا شما فرض بکنید اون موقعی که میخواستن شاخه قضاییه رو جدا بکنن از قدرت مرکزی، بگن نه، این جاش توی دولت نیست، قضاوت یه امریست مردمی و نمیشه ببریمش تو دولت. دیدیم که واقعا اینطور نمیشه. وقتی که اون قدرت هرچی که متمرکزتر و متمرکزتر بشه
و بالا پرش چیده نشه، هی بر خودش می افزاید و میشه اون قدر قدرتی که شده. و الان ما در کشور خودمون میبینیم که اون فعال مایشا چطور اون بالا هر کاری که دلش بخواد میکنه و بر جان و مال و ناموس مردم بسته‌ید داره. خب حالا یه موقعی بودش که تقنین هم همینجور میگفتن، حالا چه کاری، حالا این آدم جدا بکنه آدم، اون نوآوری بود دیگه، یک پیشنهادی بود، یک نوآوری بود که در زمان خودش به اصطلاح پیشنهاد شد به مردم. حالا فرض بکنید که یک کسی میومد باز انقد میگذاشت و میگفتش که نعونو میآورد و منفی بافی میکردش و که این یک نوآوری است و مندرآوردی است و هیچ جا سابقه نداره و نمیدونم چطور، و اون همون وضعیت ادامه پیدا میکرد. چرا؟ برای این که استراب هست، فوبی هست، ترس هست، تزلزل هست برای اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفس جمعی و اعتماد به نفس ملی، برای اینکه انسان‌ها شهروندان بتونن نقش بیشتری داشته باشن در تدبیر امور خودشون، آنچه که سیاست به معنای واقعیش هست، تدبیر امور. در نتیجه این چیز به اصطلاح شاخ و دمداری نیستش که پیشنهاد شده که به اصطلاح شاخ به اصطلاح رسانه‌های همگانی که بودجه‌شون رو مردم میدن و مال مردم هستن توسط خود مردم اداره بشن. خیلی چیز ساده‌ایه، خیلی چیز غیر قابل اجتنابیه در تمدن بشری در قرن 21. حالا اینجا لازم میادش که در همین چند لحظه آخر یک چند تا توضیح رو، تعریف رو ارائه بدم که منظور از رسانه‌های همگانی چیه. ببینید الان در همین دنیایی که ما هستیم چند نوع رسانه داریم. توی ایران ساده است، همه چی، تمام اون که چیزایی که به اصطلاح بسیار به صورت گسترده استفاده میشه، صدا و سیما یک به اصطلاح شکل واضحش هست، تحت قدرت و کنترل دولت ولایت مطلقه هستش. اون رو ما میگیم رسانه های همگانی، رسانه های عمومی، برای این که متعلق به همه است واقعا. حالا اینا دزدیدنش مثل بقیه چیزهایی که دزدیدن و در قلمرو خودشون به اصطلاح دارن برای کنترل مردم ازش استفاده میکنن، اون امری صلاحده، این امر غیر طبیعی است. ولی اونی که مردم دارن پولشو میدن، بودجهشو میدن، مال مردمه، مال ماهاست، ملیه در واقع. این میشه رسانه های همگانی که من عرض میکنم که داریم راجبش صحبت میکنیم و پیشنهاد شده که گردانندگیش توسط خود ما مردم و نمایندگان مستقیم ما مردم باشه برای یک مدت محدود و پاسخگو مستقیمن به مردم. این یک رسانه، یک گروه رسانه. یه سری رسانه های دیگه هست که الان من و شما داریم استفاده میکنیم. الان این تلگرام رو داریم، داریم زنده این برنامه رو پخش میکنیم. الان این اینستاگرام رو داریم که داره به صورت زنده پخش میکنه این برنامه رو در سراسر دنیا. الان یوتیوب رو داریم، الان ارزم به خدمت شما واتساپ رو داریم، ایمیل ها هست که شما مثلا از این عرایز من باش موافق باشید، همون اون رو تحت یک ایمیلی به دوستان خودتون 5 تا 10 تا 100 تا 50 تا 2 تا بفرستید. این میشه حق اطلاع دادن و حق مطلع شدن و مطلع کردن رو احقاق کردن. یعنی شما خودتون یه فعال حقوق انسان شدید با این کار، حقوق بشر رو درش فعال شدید در احقاقش. خب اینا مال مردمه، شخصیه. اینا رو به طور کلی از رسانه‌های شخصی ازش یاد کردیم. این به هیچ وجه مربوط به دولت نیست، به طریق اولا مربوط به شاخه چهارم دولت نیست. یعنی اون چیزی که شاخه چهارم دولت هست اصلا هیچ نباید دخالت بکنه در رسانه‌های شخصی. فیسبوک من مال منه، اینستاگرام من مال منه، تلگرام من مال منه، مال شماست، هر کسی، اینا مال خودش هست که آنطور که رسانه ها در جنبش خودجوش سال 1188 عنوان اصلی نشریات شده بود در دنیا، هر ایرانی یک رسانه‌گر، اینقدر این جنبش خودجوش
خوب داشت پیش می رفت که واقعا مورد تمجید و تایید افکار عمومی دنیا قرار گرفته بود و هر ایرانی یک رسانه‌گر، همونطور که در بهار عرب دیدیم که اتفاق افتاد که از این رسانه‌های شخصی، رسانه‌هایی که تحت کنترل به اصطلاح افراد مختلف و متفاوت هست، اینها تونستن که اندیشه هاشون رو با هم در بیامیزن و طی هسته های فعال تونستن که اون جنبش های مختلف رو در کشورهای مختلف با اندیشه های مختلف بتونن همکاری و همیاری و همسوزی و همسازی و همسویی بکنن و بتونن که پیش ببرن که دیدیم که به کجا انجامید و همینجور در اروپای شرقی و در جاهای دیگه و در ایران هم همینجور در جنبش 1398 1396 دیدیم که چطور اینها به اصطلاح نقش مثبت پیدا کردن. در نتیجه رسانه‌های شخصی رو به هیچ وجه دولت و به خصوص شاخه چهارم دولت اون نزدیکش هم نمیره. این شد دوتا. یکی دیگه هم هست که جنبه مثلا فردی و شخصی و خصوصی نداره، خصوصی به معنی افراد غیر به اصطلاح کمپانی‌های بزرگ اینا نه، ولی مثلا آنچه که باز مثلا تو غرب داریم میبینیم، آنچه که در امریکا هست، مثلا CNN مثلا یا فاکس نیوز مثلا یا تو چه میدونم آلمان مثلا دویچه وله یا صدای فرانسه یا هر چیز دیگه که در بی بی سی مثلا در جاهای دیگه که هست، اینا رو افرادی، شرکت‌های، احزابی با بودجه خودشون طبق قوانین موضوعه که شاخه مقننه تدوین میکنه و شاخه مجریه و قضاییه به اجرا میذارن و قضاوتشو میکنن، اون رو به اصطلاح آزاد هست. در نتیجه نه تنها هیچ محدودیتی شاخه چهارم دولت، رسانه های همگانی، رسانه های ملی، رسانه هایی که بودجهش رو ما مردم میدیم، نه تنها محدودیت و محصوریتی درست نمیکنه، بلکه دست اونای دیگر رو هم باز میکنه. یعنی چی؟ یعنی با اون پانوپتیکانیزم واژگونی که براتون توضیح دادم، دولت نمیتونه بیاد فیلتر بکنه، برای اینه که شاخه چهارم گردانندگاش که از طریق مردم انتخاب شدن و پاسخگو به مردم هستن، مجبور هستن که اینا رو نظارت بکنن، رسوا بکنن، نشون بدن به مردم، افشا بکنن، اجازه ندن که در همون بد و ورود همچی چیزی پا بگیره و شکل بگیره. و حتی به شکل دیگه فراتر از اون هم میشه به اصطلاح این رسانه‌های به اصطلاح شخصی رو از بودجه دولتی کمک خواست که یه قدم هم بالاتر بره. مثلا آنچه که در سوئد هست، مثال میذارم برای شما، آقای حسین جوادزاده رادیو عصر جدید رو سالیان سال با کوشش فراوان، با استقامت، با پرکاری تونستن مدیریت بکنن. این یک رادیو موج اف ام هست که دولت سوئد در اختیار هر کسی میذاره، بودجهش هم به اصطلاح دولت میده. خب حتی این هم میتونه دولت جمهوری ایران با قوانین موضوعه که قوه به اصطلاح مقننه تدوین میکنه، با نظارت مردم و چه بسا که با نظارت شاخه چهارم، میتونه در اختیار مردم بذاره که مردم حتی از مثلا رادیوهای موج اف ام یا حتی رسانه‌های تصویری با برد کوتاه بتونن استفاده بکنن و پیام خودشون رو، مناظرات به اصطلاح عقیدتی، نظری خودشون رو به جامعه بتونن ارائه بدن. در نتیجه این شاخه چهارم یک گشایش افق هست، تنگ کردن نظر نیست، گشایش و افق هست، افق دید مردم سالاری، تمرین هرچه مردم سالارتر شدن، هرچه حقوقمندتر شدن جامعه
و همطور که عرض کردم، همونطور که وقتی که یک موقعی رسید از تمدن بشری که این سه شاخه‌ای که در کشورهای مختلف متداول هست می‌بینیم، اینها شروع شد، یه موقعی رسید که لازم آمد که اینها شروع، آخه قوه مجریه از کی شروع شد؟ قوه مقننه از کی شروع شد؟ قوه قضاییه از کی شروع شد؟ اینا رو برگردیم به تاریخ و اینه که تمدن بشری در اونجا چه اتفاقاتی افتاد که اینها شروع شد. الان طی توضیحات مختصری که خدمتتون دادم، تمدن بشری به جایی رسیده که این یک ارزم به خدمت شما شرایطی رو فراهم کرده که رسانه‌های همگانی که ارزم به خدمتتون بودجهش رو دولت میده بتونه برگرده مدیریتش به مردم. الان در اینستاگرام من همه رو متاسفانه نمیتونم ببینم، به چند جای مختلف باید حواسم باشه. فرمودن که بودجهش رو بودجه رادیو عصر جدید رو دولت نمیده. کاملا درسته، اگر که من با لغزش کلام اینجور گفتم، اصلا اینطور نیست. آقای ارزم به خدمت شما جوادزاده کاملا مستقل از بودجه خودشه که داره این رو میپردازه، یک قرون یک شاهی نمیگیره از هیچ کس، ولی امکان موج کوتاه رو که دست خودش نیست، رادیو موج کوتاه و غیر زالک دست خودش نیست. منظورم این بود و اینه که دولت ایران هم مثل دولت‌های اروپای شرقی، ببخشید اروپای شمالی، که مردم سالارتر هستن از جاهای دیگه، حتی از امکانات دولتی مثلا اون آنتن موج کوتاه رو چطور بتونه خدا آقای جوادزاده به تنهایی فراهم بکنه یا من و شما بتونیم فراهم بکنیم، بلکه خودش روی پای خودش ایستاده، اون استودیو رو تهیه کرده و منظم و مرتب برنامه‌هاش رو به اصطلاح به افکار عمومی ارائه میکنه. از تذکری که دادید، دوست عزیزی که تذکر دادن در اینستاگرام، خیلی ممنون هستم. اگر که لطف بکنید و تذکراتون رو توی این کانال تلگرام جمهوری ایران بگذارید به صورت نوشته، من اونا چون میمونه این بعد از عرایز من در اینستاگرام، این پیام هایی که میذارید نمیمونه، از بین میره. من اون وقت شرمنده میشم از اینه که نمیتونم جواب بدم، ولی در این کانال تلگرامی جمهوری ایران اینا میمونه و اگر هم در این فرصت عرایزم نتونم پاسخ بدم، بعدن اونا رو به صورت نوشته یا شفاهی یا جور دیگه یا حتی در برنامه های آینده، اگه بدونم که تعداد بیشتری از شما عزیزان سوال کردید، اون رو به صورت شفاهی میتونم عنوان یک جلسه انجام بدم. هر شبت که چیز دیگه‌ای که لازمه به اصطلاح در این گروه بهش توجه بشه، نقشی هستش که، یا در این گفتگو منظورم هست به طور کلی توجه بشه بهش، نقشی هستش که رسانه‌ها در شکل‌گیری افکار عمومی دارن. اون رو طی چند جلسه توضیحات رو عرض کردم، همین الان میذارمش توی همین کانال جمهوری ایران، بعدنم توی سایت هم خواهم گذاشت. چیز دیگه‌ای که بسیار مهمه که دوباره برگردیم بهش، جزئیاتشو تکرار نمی‌کنم، در خدمت مخاطبین همین گروه عرایزی رو ارائه کردم در مورد مدیریت رسانه‌ها، مدیریت صدا و سیما، مدیریت مردمی رسانه‌ها توسط خود مردم. و به طور خلاصه اونی که پیشنهاد کردم این که از همین الان کسانی که به رسانه و رسانه‌گری علاقمند هستند و دستی در کار دارن، اونها میتونن با نقد رسانه‌هایی که در اختیار به اصطلاح این رژیم هست و عمل کردش، از حالا فرض رو بر این بذارن خودشون مثلا بشن یک، میگن دولت در سایه، ولی اینا بشن مثلا صدا و سیمای در سایه،
که یک شورا، یک هسته‌ای رو تشکیل بدن، یک شورایی رو تشکیل بدن در روستای خودشون، در ده خودشون، در شهرستان خودشون، در شهر خودشون. بعد اینا این هسته ها همدیگر رو کم کم پیدا میکنن، هرچی که آزادتر میشه، فضا بازتر میشه، این هسته ها همدیگر رو پیدا میکنن. هسته های شهرستان ها به شهر، به هسته های استان، شوراهای استان، شوراهای کشوری، و همون اون میتونه به صورت کاملا خشونت زدا صدا و سیما رو در دوران خطیر که هستیم الان توش مدیریت بکنه به صورت دولت درسایه یا رسانه‌های درسایه، و بعد از اون، بعد از فروپاشی فیزیکی رژیم در دوران گذار تا زمان انتخابات رسمی و پیشنهاد قانون اساسی. گفتم فضا هرچه بازتر میشه، الان فضا خیلی باز هم شده. ببینید این اصولگرایان اومدن سر کار، اون اصلاح طلبا اومدن سر کار، حالا دیگه تجربه رو مردم ایران کردن و کف خیابان‌ها با صدای بلند میگن اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، و به درستی دیگه تموم ماجرا. و اون سختگیری ها و اون تنگی هایی که فضای نفس مردم گرفته بود هرچه داره بازتر و بازتر میشه. میبینیم که حتی این اصولگرا، این آقای رئیسی که به قول آقای منتظری جنایتکار تاریخی هستش، در اون هیئت مرگ کار میکرد، در اون فاجعه ملی کشتارهای جمعی، جنایت علیه بشریت در دهه 60 که اوجش در تابستان 1367 بود، ایشون از عناصر کلیدی بود. حالا انقدر خالی شده، تهی دست شده این رژیم که یک شخصی بی سوادی رو، بی سواد کلاسیک، بی سواد از لحاظ انسانیت، بی سواد از لحاظ حق مداری و هر لحاظ دیگه‌ای که شما فرض بتونید بکنید، بی سواد، اینو کسی رو دیگه نداشتن دقیقا از اینکه این آقا رو بذارن سر کار. از این خشنتر، از این آدم کشتر، از این جنایتکارتر، از این سرکوبتر نمیتونستن پیدا کنن بذارن اونجا. ولی نتیجهش این شده که میبینید که همین این قضیه حجاب ارزم به خدمت شما اجباری، بعد حجابتر از بعد حجاب شدن به قول واژه‌ای که اینها استفاده میکنن در به اصطلاح خیابون‌های تهران، در خیابون‌های شهرستان‌ها و شهرهای دیگه، و همچنین در به اصطلاح محل‌های تجمع، در استادیوم‌ها و جاهای دیگه، می‌بینیم که اون چیزهایی که اینها به اصطلاح نماینده تحکمشون بود و قدرتشون بود، همینطور داره کم کم رنگ می‌بازه. یک مثال خیلی ساده و واضحش که اینو دیگه هیچ کس نمیتونه به اصطلاح کتمان بکنه، مسئله پدیده‌ای مثل آقای خلخالی، مثل آقای لاجوردی، مثل آقای ارزم به خدمت شما اون قاتلا و جانیانی که در اون ابتدا بودن که کردن که کردن. حالا هرچی که میگذره اونها هم دیگه سر عقل اومدن، کسانی که میتونن جایگزین بشن اونها، و میبینن که اونها سرنوشت خوبی نداشتن. آقای خلخالی که گفته بود حکم امام رو بذارید تو کفن من که رفتم اون دنیا، اگر که گفتن تو چرا انقدر آدم کشتی، بگم بیا ببین از المأمور و معذور، ببینید چقدر مسخره هست. قابل توجه جانیان رژیم، قابل توجه سرکوبگران رژیم که آخر کارتون به یک همچی چیزی میفته، به این تصور بچگانه از خداوند حتی که حکم آقای خمینی رو بذارن تو کفنتون، اینطور که گفته شد در به اصطلاح وصیت‌نامه آقای خلخالی بوده، حالا بوده یا نبوده، خالی از حقیقت نیست طرز فکر یک شخصی مثل خلخالی، خالی از حقیقت نیست طرز فکر هر کسی که میگه من المأمور و معذور به خاطر اسلام عزیز، به خاطر حفظ نظام دارم این کارو میکنم گرچه باهاش مخالف هستم. به همین مسخرگیه که وصیت نامه‌شو بذارن تو کفنش که اون خدا این کاغذ رو بده دست خداوند که ببین من کشتم ولی به هم دستور داده بودن برو یقه اونو بگیر. خلخالی دیگه اینا نمیتونن درست بکنن، لاجوردی دیگه اینا نمیتونن درست بکنن.
سعید امامی، سعید اسلامی رو به دلیل واجبی در زندان خودشون و کشتن و زنش رو شکنجه کردن. خب دیگه یه کسی بایستی که واقعا مغز خیلی کمهوشی خورده باشه که بپذیره بشه حتی سعید مرتضوی. سعید مرتضوی هم حواسش جمع بود، اینطور که گفته شده از تمام محاوراتی که داشته با اون کسایی که میگفتن برو بزن بکش، کار کثیفشو میخواستن خودشون بشینن کنار، کار کثیفشو بدن این آقا بکنه. در سال 88 از اینا صداشون رو ضبط کرده، سند و مدرک داره که هیچ نتونستن دست به ترکیبش بزنن. حالا اون سال 88 بود، حالا 12 سال گذشته از اون ماجرا، حتی سعید مرتضوی رو هم نمیتونن مثلش رو فراهم بکنن. اون کسانی که در کف خیابانها در زندانها بازجویی میکنن، شکنجه میدن، بگیر و ببند هستش، باتون میزنن، عرض کنم که سرکوب میکنن، دستگیر میکنن، درس عبرت نمیگیرن. واقعا میزان ذکاوت و میزان برعکس اون، حالا نگیم چی، ولی برعکس و بروزن ذکاوت رو میشه از وفاداری به این رژیم فهمید. کسانی که هنوز به قول معروف دوزاریشون نیفتاده که این رژیم داره از هم میپاشه و هنوز حاضر هستن کارهای کثیف این رژیم رو انجام بدن، در خیابانها، در سرکوب، در صدا و سیما، هر جا میرن مردم شعار میدن به درستی صدا و سیمای ما ننگ ما، ننگ ما، ننگ ماست. همون صدا و سیما میتونه برگردن کارمندانش، کارکنانش، متخصصینش به آغوش باز مردم. همون سرکوبگران، قوای ضد شورش میتونن برگردن به آغوش باز مردم. الان حکایت، حکایت سالهای 1355-56-57 شده. یک مأمور ساواک، اون گروه تعقیب و گریز بود اسمش اگه اشتباه نکنم، که تو خیابونها میگشتن با پیکان جوانان با مسلسل چند سه نفر توی ماشین میشستن تو خیابونها میگشتن و افراد مرموز رو، مشکوک رو میگرفتن. و به اون ترتیب میگفتش که وقتی که ما افراد رو میگیریم میبریم ساواک، میبریم اوین، اولین کاری که میکنیم میبریم اتاق فوتبال. اتاق فوتبال چیه؟ اینا دوران زرین پهلوی در ضمن. اتاق فوتبال چیه؟ میبردن مینداختنشون توی سالن بزرگ. چند نفر از این قلچماق‌های ساواک دور تا دور ایستاده بودن. اولی اون بدبخت رو میگرفت، انقدر میزد میزد میزد، وقتی که خسته میشد پاس میداد مثل فوتبال به شکنجهگر به بعدی، بازجوی بعدی، اونم انقدر میزد میزد با مشت و لغت و غیره میداد به بعدی، که اون روحیه و روانشناسی اون بازداشت شده در همون اول شکسته بشه. ولی این آقا میگفت، ولی بعدن در سال 57 دیگه اینجوری نبود، اصلا از اون چیزا خبر نبود، خبری نبود دیگه. ما اونایی که اصلا وضعیتشون مشخص بود که خرابکارن، اون حالا میگن تروریست، اون میگو میگفتن خرابکار، وضعیتشون مشخص بود که خرابکارن، ولی من پشت میزم میشستم، پشت میز بازجویی، اونم اونور میز بازجوییش میشست و قشنگ صحبت میکردیم و بعد چایی هم میدادیم میآوردیم براشون و آبی و هر شبت که شربتی و اینها. بعد از نیم ساعت یه ساعت هم آقا میگفتش که نه دیگه برای امروز بازجویی بسه و الان داره کم کم میرسه به اونجا. الان کسانی که از زندان میان بیرون و از زندان داخل زندانها، از مخوفترین زندانها خبر میدن، کم کم داره به اون سمت و سو سوق پیدا میکنه. چرا؟ نه برای اینه که آقای رئیسی مثلا در رحم شده نه برای این که آقای خامنه ای سر عقل اومده، به یک دلیل بسیار ساده دیگه. آخه 85 میلیون نفره که نمیشه کرد تو زندان، که اینا یک کارهایی نیستش که بتونه آقای لاجوردی و آقای خلخالی و مجموعه همشون کارهایی که اونا میکردن تا ابد که امتداد پذیر نیست، استمرار پذیر نیستش، که یک جایی تقش در میاد. خود بدنه نظام، خود نظام که چه عرض کنم، خود بدنه رژیم به اعتراض برمیخیزه. همون جور که در گارد شاهنشاهی دیدیم که افسران زیر دست یا سربازان زیر دست افسران موافقشون رو توی به اصطلاح ناهارخوری باشگاه افسران به مسلسل میبستن،
الان مگه نمیبینیم که کارمندان بازنشسته کشوری و لشکری میان اعتراضات و اعتصابات میکنن به خاطر وضعیت معیشتی بدی که دارن؟ وقتی که بازنشستگان لشکری بیان این کارو بکنن، قوای مسلح، وقتی که نه بازنشسته که کارمندان فعلی قوای مسلح بیان اعتراضات بکنن، تظاهرات بکنن، وقتی که نه بازنشسته، یعنی به اضافه بازنشستگان، کارمندان فعلی قوه قضاییه بیان اعتراض و اعتصاب که هنوز نکردن اعتراضات بکنن، تظاهرات بکنن، نشون دهنده چیه؟ که مثل هر مستبد دیگه‌ای این به اصطلاح سقوط خودش داره نزدیک و نزدیکتر میشه. در یک جلسه ای صحبت کردیم که میشه کاملا پیشبینی کرد که به چه سرعتی این رژیم فرو بپاشه از هم. پیشبینیش هم بستگی به این داره که هر کدوم از ما، هر کدوم از تک تک ما وظیفه خودمون بدونیم بالاخره که باید یه کاری بکنیم، یا بشینیم کنار ببینیم بقیه مردم هم بالاخره نفهمیدیم این مردم کیان. این مردم به غیر از من، به غیر از شما، مگه کسی دیگه است این مردم؟ همه مردم بشینن که مردم یه کاری بکنن، که خب کجا بره آخوند از اینجا بهتر؟ به خوابم نمیدید که یک هم چیزی رو در بهشت باز بشه به خون خودش رو بیفته تو دومنش. در نتیجه بستگی به ما داره و هرچی که میگذره کار آسونتر میشه. هرچی که میگذره اون ذکاوتمندان گرداننده این رژیم دارن هی ریزش دارن، معترضن خودشون، رویش نداشتن. اونهایی که از ذکاوت بسیار پایینتری، از آیکیو و هوش بسیار پایینتری برخوردار هستن، هنوز پای این رژیم ایستادن و کارهای کثیفشون رو انجام میدن. در نتیجه هرچه بیشتر از ما در این جنبش خودجوش ما شرکت بکنیم، مسلماً این جنبش به زودتر به نتیجه خواهد رسید. الان باز من توی کانال اینستاگرامم میبینم که کانال تلگرام رو پیدا نکردم، ممنون میشم راهنمایی کنید این رو. من در سایت من رو مراجعه بکنید، alisedarat.com، یا توی تلگرام کانال من رو پیدا بکنید. مشخصات کانال جمهوری ایران اونجا هست و توی به اصطلاح همین اینستاگرامم هم وقتی که این جلسه امروز رو پست میکنم اطلاعات مربوط به این گروه هست. البته آگهی هم که گذاشتم چند روز پیش توی به صورت استوری هم گذاشته شده، مشخصات کانال جمهوری ایران آورده شده. حالا هموطن بسیار عزیزی فرمودن مردم باید به اصالت فردی خود پی ببرن، احسنت. اساس اداره جمهور مردم ایران است، اساس اداره جمهور مردم ایران است به صورت مستمر و منسجم، بدون شک. احسنت بر شما. و این مسئله یه چیزی هستش که باید مثل این هموطن عزیز این اعتماد به نفس رو بیابیم در خودمون. آنچه خود داشت رو ز بیگانه تمنا نکنیم. ما توانا هستیم، ما توانا هستیم که منسجم، همونطور که هموطن عزیز فرمودن، و مستمر، استمرار باید داشته باشه کارمون. نه اینکه حالا امروز ببینیم چی میشه، فردا بیایم، حالا پس فردا نیایم، یا چطور. ببینید این عرایضی که من کردم اینا هیچ کدوم معنیش نیستش که بایستی که آدم کار زندگیشو و حتی تفریحشو تعطیل بکنه، به هیچ وجه. خواب سر جاش، خوراک سر جاش، کار و مشغله سر جاش، رسیدگی به امورات خانواده سر جاش، چه فرزندید، چه برادرید، چه خواهرید، چه پدرید، چه مادرید، فرق نمی کنه. اون وظایف سر جاش، تفریح سر جاش. ولی در عرض این 24 ساعت یه ساعت میشه پیدا کرد که کار رسانه‌ای آدم بکنه؟ لااقل میشه در همین گروه اینستاگرامی که الان داره زنده پخش میشه، اینو دوستانی که ابراز علاقه کردن، منت بر من گذاشتن، در این جلسه هستن، شیر بکنن، به اشتراک بذارن با بقیه کسانی که ممکنه که اونام علاقمند باشن.
این همین نتورکینگ و شبکه بندی هستش که این هسته ها همدیگر رو پیدا میکنن. الان ما 5 نفریم، 10 نفریم، اونا 5 نفرن، 10 نفرن، اونای دیگه 5 نفرن، 10 نفرن، اونای دیگه 100 همین اینا با هم دیگه، این هسته هایی که با هم دیگه چندین بار صحبتشو کردیم، با هم دیگه جمع میشن و این قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود، دریای پر از جوش و خروش سازندگی خشونت زدایی. فرمودن که آیا واقعا نسلی که الان متاسفانه در خدمت این رژیم هست، فکر میکنید تغییر لازم و کافی از لحاظ فکری برای در اختیار گرفتن پروسه گذار از این رژیم رو کرده است، یا فکر میکنید این تغییر محول هست به نسل بعد؟ نه، به هیچ وجه، به هیچ وجه. این آتش نیست زیر خاکستر، این آتش فشان هست زیر خاکستر. خبرهایی که از داخل ایران میاد، وقتی که آدم بدون ترس، بدون سانسور، بدون خودسانسوری، بدون منفی بافی، بدون خودزنی، بدون عینک بدبینی به چشم گذاشتن بهش نگاه میکنه، بسیار خوشبین هستم من. حتی به بدنه سپاه، حتی از اون دیگه بالاتر که نیستش که، بدنه وزارت اطلاعات، خوبه حالا، بدنه بسیج، حتی به اونها امیدوار هستم. برای اینکه این خشونت، این جفایی که به هموطن خود، به خواهر خودش، به بچه خودش، به همسر خودش در واقع داره میکنه، به برادر خودش داره میکنه، این بر جهت مخالف ذات انسان هست و این نمیتونه استمرار پذیر باشه، امتداد پذیر باشه. خواه و ناخواه این چشمش باز میشه. مگه اون آقای تهرانی شکنجهگر ساواک نبود که چی میگفت پای تلویزیون؟ در داخل اینها هم هست. حالا این شرایط روانیش، اون کانفورمیزم، اون همرنگ جماعت شدن، اون فشاری که بر اینها هست، بسیار بسیار فشار و خشونت بیشتری هست تا شهروندان معمولی. آن کسانی که در واقع به اصطلاح در قوای سرکوب هستند، از جمله یکی از اطلاعاتی که الان شک میکنه در شناسایی کسانی که در خارج هستند در مورد داخل، خیلی جالبه که بعضی از کسانی که از داخل ایران حرف میزنن یا میان بیرون، بسیار کمتر از بعضی از کسانی که درگیر هستن با مسائل داخل کشور آشنایی دارن، آشنا هستن و از به اصطلاح به صورت ریشه‌ای آشنایی دارن و این بسیار نویدبخش است. در نتیجه بله، واقعا این نسلی که الان در خدمت این رژیم هست، در خدمت این رژیم دیگه بالاتر از واواک نیستش که، بالاتر از بسیج و عرض کنم که سپاه که نیستش که، بدنه این کسانی که در خدمت رژیم هستن مردم هستن، خواهر و برادران ما هستن. به اون کسانی هم که الانه واقعا جزو این رژیم هستن و دارن در عرایز من گوش میدن، من میگم که نکنید این کارو، برگردید به آغوش باز مردم، بیایید با همدیگه بسازیم در این تخریب و خشونت، خشونت کلامی، خشونت فیزیکی که به کار میبرید، سانسوری که ایجاد میکنید، خودسانسوری خودتون از همه بیشتر، دروغ که بیشترین خشونت هاست، دست بردارید. ما توانا هستیم که برای خودمون و عزیزان خودمون و نسل خودمون و نسلهای آینده سرنوشتهای بسیار خوب و خوبتری رو بسازیم و برای منطقه، نه با زور صدور انقلاب اونجوری که اون موقع تبلیغ کردن زور پرستان، با دوستی، با الگو بودن. ما میتونیم، ما توانا هستیم. بسیار کسانی که درد و عشق این وطن و هموطن رو دارن، بسیار آشناتر هستن که این رو زیر سوال میبرن که در داخل ایران چی میگذره. دوست عزیزی که الانه در اینستاگرام این رو مطرح کردن، با توجه به اینکه خودآگاهی برای تغییر نتیجه انقلاب، نتیجه انتقال تجربه نسل‌های قبل هست، چه پیشنهادی دارید که این وجدان برای تغییر خود و جامعه زودتر شکل بگیره؟ پیشنهادم برای شما دوست عزیزی که این رو الان مطرح فرمودید
برای خود شخص شما، برای اینکه علاقمند هستید که این پیشنهاد لابد از خودتون شروع بشه دیگه که چی کار باید کرد، شما در امر رسانه‌گری فعال هستید، میدونم که هستید، وگرنه به خودتون زحمت نمیدادید که اینجا تشریف بیارید. از خودتون بپرسید صبح که از خواب بیدار میشید، به خودتون بگید که من امروز نسبت به دیروز بیشتر چجور میتونم کار بکنم. شب که میخواید برید سر به بالین بگذارید، از خود بیلان کارتون رو بررسی بکنید، بگید که من امروز در جهت مردم سالاری، فرهنگ مردم سالاری چه کاری کردم؟ آیا میتونستم بیشتر بکنم؟ این کاری که کردم کم بود، اون کاری که کردم خوب بود، اون کمه و بده رو نکنم یا بذارم کنار، اینی که خوب بود و بیشتر انجام بدم. در حد یک ایمیل، به هر حال شما دوست عزیزی که سوال خوب و بسیار خوب رو مطرح کردید، 5 تا 10 تا 100 تا 1000 تا توی ایمیلتون، تو لیست آدرساتون که دارید، که اونا رو بفرستید اگر که این عرایض من به نظرتون درست میاد. مطالبی که من تو سایتم میذارم رو ببینید که از اون 1000 تایی که هست دوتاش خوب هست، اون دوتاش رو بفرستید، به بحث بگذارید، از اونها نظر بخواید، سوال بخواید، سوال بپرسید که آقا یک همچی کسی هست، خانم آقا یا آقای اونور دنیا دغدغه وطن و هموطن رو داره، وقت میذاره میاد اینجا مطلب تهیه میکنه و با ما به گفتگو میشینه، به سوالات ما اهمیت میده و جواب میده، تو سوالی نداری این آقا بکنه پاسخ بده؟ این کارو میتونید بکنید دوست عزیزی که اسمتون رو نمیخوام بگم، اگر که ملاحظات امنیتی شاید داشته باشید میتونید بکنید، احتمالاً هم میکنید، ولی از خودتون بپرسید که میشه بیشتر کرد؟ یا مثلا در اینستاگرام میشه همینو پخش کرد؟ در گروه های مختلف واتساپ میشه اینو گذاشت و منتشرش کرد؟ میشه مثلا آنچنان که دوستان شما به شما میگم، کسانی که من اصلا نمیشناسمشون، اینا از ایران نمیدونم هم از کجا تماس میگیرن، مثلا از واتساپ که به صورت امن هستش، یا سیگنال که به صورت امن هستش و انکریپتد هستش، اینا میان تلفنشون رو میگیرن میذارن روی سپیکر، میذارن روی بلنگو، مثل که میذارن اون وسط، چند نفرم خدا میدونه دور تلفن جمع میشن، من یک عرایزی رو به صورت خصوصی دوست دارن که من ضبط نکنم و نمیکنم، به صورت خصوصی عرایزی رو ارائه میدم بر اساس سوالاتی که برای من میفرستن، و بعد اون دوستان سوالاتی رو مطرح میکنن یا مینویسن، یکی میخونه که ملاحظات امنیتی نداره، یا خودشون مطرح میکنن که صداشون هم هیچ جا ضبط نمیشه البته، و با هم یه گفتگوهای بسیار خوبی رو داریم، بسیار سازنده. شما ببینید، سوال کننده محترم عزیز، ببینید که شما 2 نفر، 3 نفر، 10 نفر، 50 نفر، 1 نفر دیگر رو دارید که مثل شما فکر میکنه ممکنه در این عرایض من براش سوالی چیزی پیش اومده که بشه اون رو به صورت خصوصی، البته عمومی خب خیلی بهتره، الان این مطالبی که داریم به اشتراک میذاریم و بعدن میتونیم به صورت وسیع هر کدوممون منتشر بکنیم، هر ایرانی یک رسانه‌گر اگه میخوایم سرنوشتای خوب و خوبتری بسازیم. اینها همه هست، اینها داره اون آتش که نه آتش فشان زیر خاکستر، اینی که پرسید چقدر با مردم آشنا هستید، جواب خودتون رو خودتون بدید، برگردید آقای عزیز که با اسم مستعار یا هر چیزی دیگه که در این جلسات شرکت میکنید، برگردید به دامن مردم، دوست باشید با هم دیگه، دوست باشیم با هم دیگه. شما که در داخل این رژیم هستید، اطلاعاتی هستید، امنیتی هستید، صدا و سیمای ما هستید که مردم به درستی میگن ننگ ماست، ننگ ماست، شما بهتر از یک آدم معمولی میتونید اثرگذار باشید با حفظ امنیت خودتون، با حفظ امنیت خودتون. 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر که میتونید پیدا بکنید که مثل بقیه 80 میلیون نفر، اون 5 میلیون هم باشه مال رژیم، جونشون به ربشون رسیده، میتونید در کمال امنیت خودتون و زن و بچه خودتون، فامیل خودتون، میتونید در سازندگی یک نقش کوچیکی رو داشته باشید، به همون قدر برای خودتون سرنوشت خوب و خوبتری ساختید، به سهم خودتون، به نوبه خودتون.
از اینه که به عرایض من توجه کردید خیلی ممنون هستم. اگر چیز دیگه‌ای به چشمم بخوره و برام فرستاده بشه با کمال میل جواب خواهم داد. تکرار میکنم در اینستاگرام پیام‌هایی که میذارید متاسفانه ضبط نمیشه و من بهش بعداً دسترسی ندارم که بتونم جواب بدم، ولی اگر که با ارتباطاتی که در سایت من هست با من تماس بگیرید با کمال میل اونا جواب خواهم داد، یا اگر که در همین گروه تلگرامی جمهوری ایران هم بذارید اونجا هم با کمال میل جواب خواهم داد. از توجهتون بسیار متشکر هستم. امیدوارم که بتونیم با هم دیگه این جلسات رو ادامه بدیم و هرچی که میگذره بتونیم به اصطلاح کیفیتش رو زیادتر بکنیم، چه به لحاظ ما بیشمار هستیم، چه به لحاظ کیفی، چه به لحاظ کمی ما بیشمار هستیم. فقط بایستی که قدر خودمون رو بدونیم، فقط باید به خودمون اعتماد داشته باشیم که ما توانا هستیم. این رو جنبه تعارف و به اصطلاح رودرواسی نداره، اینو از صمیم قلب بهش معتقد هستم و به خصوص جوانهای این کشور که بعضی وقتا یک نشانه هایی رو ازشون میبینم که واقعا باعث شعف و خوشحالی آدم میشه. با امید روزهای بهتر، یا بهتر بگم با امید تلاش بیشتر برای ساختن روزهای بهتر. وقتتون خوش.